سلام دوستان، درس 59 از مجموع درس‌های آموزش زبان ترکی استانبولی رو تقدیم شما می‌کنم. با خوشحالی می‌خوام بگم که بالاخره سطح آبیر ما آبیر بالاخره در این درس به اتمام میرسه. قاعدتا شما تا پایان آدو رو اگه همراه من باشید دیگه روون میتونید ترکی استانبولی رو صحبت کنید. سطح بیبیر، بیکی و جیبیر هم هست، یعنی اینطوری ادامه پیدا میکنه: ب بیر، ب ایکی و ج بیر. البته ج ایکی رو هم هست که خب دیگه تخصصی تر میشه. به هر حال اینکه امیدوارم تا حالا از درس ها استفاده کرده باشید. این درس خیلی طولانی نیست، پس درس رو همینجا شروع میکنیم. یوتیوب، فیسبوک، تلگرام، وبلاگ، ایمیل من رو در صفحه میبینید. این درس میخوایم در مورد نقطه گذاری صحبت کنیم. مثلا میخوایم در مورد خود نقطه صحبت کنیم که نقطه در زبان ترکی استانبولی کجاها میاد. اول اینکه پایان جمله میاد. مهمترین جایی که از نقطه استفاده میکنیم پایان جمله. مثلا شاپرک اکولدان گلدی. شاپرک اکولدان گلدی. البته میتونیم شاپرک رو چون ا داره و در ترکی استانبولی ا نداریم، میتونیم اینطوری هم بنویسیمش: شاپرک اکولدان گلدی. پس آخر جمله نقطه گذاشتیم. اولین استفاده‌ای که نقطه در زبان ترکی استانبولی داره آخر جمله است. خب حالت دوم در خلاصه، مثلا میخوام بگیم پروفسور، پروف مینویسیمش، پروف نقطه، یا دکتر، دره مینویسیم، جلوش نقطه میذاریم، یا مثلا دیش حکیمی که مینویسیمش دت نقطه. در حالت سوم در اعداد نویسیه، مثلا به جای اینجی، اولین، دومین، سومین، همون درسای بین 1 تا 10 یادتون دادم، بشینجی، پنجمی، اوچونجو، سومی، پنج رو میذاریم، بش رو میذاریم، یه نقطه جلوش میذاریم، این به معنی بشینجیه. اوچونجو، سه رو میذاریم، اوچ رو میذاریم، یک نقطه جلوش میگذاریم. حالت چهارم در نوشتن تاریخ بین اعداد نوشته میشه. مثلا 10/5/2011 گون، آی و یل آراسیندا نکتا کویوروز. دوستان یادتون میاد ماه پنج به زبان ترکی استانبولی چی میشد؟ یادتون هست؟ میشد مایوس، درسته؟ مایوس میشد، ماه می. خب حالت پنجمی که نقطه رو استفاده میکنیم در نوشتن ساعته. بین ساعت و دقیقه نقطه میگذاریم. در فارسی ما دو نقطه میگذاریم، درسته؟ در ترکی استانبولی نقطه میگذاریم. 15:45 16 چیرک بار، یعنی به ساعت 4، به ساعت 16 یک ربع مانده، و یا 15:45 بونلار arasında نقطه koyuyoruz. بعد میخوام در مورد ویرگول صحبت کنیم، ویرگول یا کاما. در جملاتی که گروهی کلمه استفاده شده، حالت اولیه که از کاما استفاده میکنیم. مثلا اوزون ضعیف، بیوکلی بیر آدم دی. بیوکلی یادتون هست به چه معنیه؟ یعنی سیبیلو. اوزون ضعیف، بیوکلی بیر آدم دی. کرتاسیه‌دن کالم، دفتر، سیلگی آلدم. ببینید بین اینها از کاما یا همون ویرگول استفاده میکنیم. ویرگول ها اینا هستن. حالت دوم در جملات خطابی. مثلا اول نامه هاتون میخواید بنویسید ساین مدیروم. این دیگه خیلی رسمیه دیگه، یعنی مدیر محترم. جانم سوگیلیم، سوگیلی بابا جم. ببینید مینویسیمشون، بعدش یه کاما یا یه ویرگول میذاریم. اینجا هم به همین صورت، اینجا هم همین صورت. حالت سوم بعد از بله خیر، مثلا یه جمله سوالی، سوالی که باید با بله خیر جوابش بدیم، میپرسن ازمون، بعدش برای نوشتنش بله یا خیر رو میاریم و یه کاما میذاریم، بعد جمله رو ادامه میدیم. مثلا سوال برای این جمله: بگون گیده بیلیر میسینیز؟ اوت گیده بیلیرم. اوت کاما گیده بیلیرم. برای این جمله: بو ایشی یاپا بیلیر میسینیز؟ هایر اصلا یاپامام. هایر کاما اصلا یاپامام. حالت چهارم بعد از ضمایر اشاره. ببینید بو کاما هوش دیل. بو هوش دیل. این جمله معنیش رو که میدونید دیگه.
O bana defter verecek. O bana defter verecek. Soru işareti veya علامت سوال که این هم دیگه در پایان جملات سوالی میاد دیگه، این هم دیگه چیز سختی نیست. علامت سوال که دیگه میدونید دیگه، منظورم اینه. این در پایان جملات سوالی میاد، این دیگه مشخصه. علامت تعجب رو داریم که بهش میگن اونلم اشارتی، اونلم اشارتی، اونلم. در آخر کلمات و جملاتی که بیان احساسات میکنه، مثلا دوست داشتن، ناراحتی، خشم، ترسیدن و غیره. مثلا عبارت خیلی معروفی که مورد استفاده قرار میگیره، الله الله، الله الله. مثلا در مورد چیزی تعجب میکنید یا ناراحت میشید، عصبانی میشید، الله الله. این بعدش در نوشتن علامت تعجب یا اونلم اشارت رو میاریم، یا آه این رو که استفاده میکنید بعدش اونلم اشارت رو میاریم، یا براو، براو یعنی آفرین، براو. اللهم دو نقطه کجا استفاده میشه؟ وقتی میخوایم در مورد چیزی توضیح بدیم آخر یک جمله میاد. مثلا بیر یلدا دورت موسم وار، بیر یلدا دورت موسم وار، ایلک بهار، یاز، سون بهار، قش. ببینید آخر این جمله اومده، بیر یلدا دورت موسم وار. این جمله رو آوردیم، توضیحش رو دادیم، پس آخر جمله اولیه اومده. بعدی چیه؟ اوزون چیزگی و یا کنوشما چیزگیسی، بهش میگن اوزون چیزگی. دقت کنید دوستان، این نیست، این خط کوتاهه، قصه چیزگیه، این قصه چیزگی. این در مکالمات و دیالوگ ها ابتدای جمله میاد. مثلا سن نیه اوکولاگیت میارسون، ببینید اول جمله بخاطر که داره مکالمه رو نشون میده یه اوزون چیزگی رو گذاشته. جوابش هاستالاندم، مریض شده ام، هاستالاندم. خط کوتاه، وقتی جای قسمتی از کلمه در خط جا نمیشه، مجبوریم حروف باقی مانده از آن کلمه را به خط بعد ارجاع بدیم. مثلا یه جمله رو نوشتید به آخر خط رسیدید، مثلا یه اوکویوروم رو میخواد بنویسیم، اوکو رو مینویسیم، یه خط تیره یوروم رو اینجا مینویسیم. این رو در فارسی هم داریم دیگه، مینویسیم وقتی به اینجای جمله میرسه دیگه جا نیست و یه خط تیره کوچیک میذاریم، بقیه‌شو خط پایین‌تر ادامه میدیم، درسته؟ ولی فقط یک چیزی رو که باید دقت کنیم، اوکو یوروم بونفر رو اینجا مینویسیم، باید یه طوری جاش بدیم، بعدش بقیهش رو یه خط تیره میذاریم، این خط تیرمون قصه چیزگی، بقیهش رو میاریم اینجا مینویسیم، خط بعد مینویسیم. حتما با بونفر اینجا جا بشه، اگه نه اصلا کلا یه دونه اینتر میزنیم، میایم همش رو خط بعد مینویسیم، میشه اوکو یوروم، همش رو میاریم خط بعد مینویسیم. امیدوارم این رو متوجه شده باشید.